Wendy, we had a deal. Yeah, you promised. Wendy. Wendy, we had a deal. Wendy, we had a deal. Wendy, ما با هم یه قول و قراری داشتیم. Wendy, we had a deal. Wendy, ما با هم یه قول و قراری داشتیم. مانیکا ریچل رو پیچون نذاش گارسونش بشه. خدا زد تو کمرش، ویندی هم نمیاد. سلام به همگی، امیدوارم عالی و پر انرژی باشید. من فاطمه خمسه هستم و توی این کانال اصطلاحات و فریزال ورب های سریال فرندز رو آموزش میدم. اپیزود 15 از فصل اول سریال هستیم، داستان مانیکا. ویندی که قرار بود بیاد به مانیکا کمک بکنه ظاهرم پیچونده. مانیکا بهش چی میگه؟ ویندی، we had a deal. We had a deal. ما یه قول و قراری با هم داشتیم. ویندی، we had a deal. این کلمه دیل خیلی پرکار برده تو مکالمه روزمره. اول ببینیم که خود دیل به چه معنی. An agreement or an arrangement, especially in business. یه توافقی، یه قول و قرار، به خصوص توی کسب و کار، توی بیزنس. پس میشه همون یه قول و قرار، یه توافق. حالا have a deal به چه معنیه؟ Have a deal means have made or agreed on a deal. یعنی این که یه توافقی شده، یه توافقی که صورت گرفته، یه قول و قراری که گذاشته شده. پس وقتی که میگه we had a deal، ما یه قول و قراری داشتیم. We had a deal. مثلا با دوستت دارید یه قول و قراری میذاری که با هم میگه برید سینما. وقتی که با هم فیکس میکنید برنامه رو بهش میگی که Great, I'll pick up the tickets on Saturday. So we have a deal. عالیه، پس من بلیط ها رو شنبه سر راه میگیرم. پس ما با هم توافق کردیم، با هم قرار گذاشتیم. Great, I'll pick up the tickets on Saturday. عالیه، من بلیط ها رو شنبه سر راه میگیرم. So we have a deal. پس ما با هم توافق کردیم، قرار گذاشتیم. حواستون باشه این فریزال ورب فوق‌العاده پرکاربرد پیک آپ رو هم من توی یه اپیزود دیگه کامل براتون توضیح دادم، حتما برید ببینید، لینکش رو میذارم. Do we have a deal? Deal. Do we have a deal? Deal. So, we have a deal. Who's that? Wendy bailed. I have no waitress. Aww, that's too bad. خب، ویندی مانیکا رو پیچونده. مانیکا میگه ویندی bailed. Wendy bailed. Bail or bail on someone رو من توی یه اپیزود دیگه اینم توضیح دادم براتون. اینم حتما برید ببینید. خدایش چقدر چیزای خوب داریم یاد میگیریم با فرندز. خب، مانیکا میخواد از ریچل میخواد که بیاد کمکش کنه. هی هم داره بهش مبلغای مختلف پیشنهاد میکنه. ریچل قبول نمیکنه. داره تخت تخت بالا میذاره. در نهایت به مانیکا چی میگه؟ Man, I wish I could, but I've made plans to walk around. Man, ای کاش میتونستم، ولی از قبل برنامه‌ریزی کردم که برم قدم بزنم، ول بچرخم. Man, I wish I could, but I've made plans to walk around. من ای کاش میتونستم، ولی من از قبل برنامه ریزی کردم که قدم بزنم، پرسه بزنم واسه خودم. بای بای. $10 an hour. Nope. $12 an hour. Man, I wish I could, but I've made plans to walk around. خب توی این جمله ریچل ما این دوتا اصطلاح رو داریم. Make plans و walk around. Make plans به چه معنیه؟ Make plans means to prepare for something or plan ahead. یعنی که از قبل برنامه ریزی کردن یا آماده شدن واسه یه چیز. Ross just made plans for the whole century. Ross just made plans for the whole century. مثلا یه دوستی داری که عروسیشه، یه چند وقت دیگه عروسیشه. میگی که Mary has been busy making plans for her wedding. Mary has been busy making plans for her wedding. ماری چند وقتیه که برای عروسیش، برای آماده شدن برای عروسیش، برنامه ریزی کردن برای عروسیش سرش شلوغ. I've already made some very special plans. I've already made some very special plans. خب، walk around به چه معنیه؟ Walk around means to walk with no particular goal.
یعنی که بدون هیچ هدف مشخصی پیاده روی بکنی. میشه همون قدم زدن، پرسه زدن، ولچرخیدن. We were walking around in the garden. ما توی باغ داشتیم قدم میزدیم، پرسه میزدیم. We were walking around in the garden. ما داشتیم توی باغ قدم میزدیم، پرسه میزدیم. Ron, I wish I could, but I've made plans to walk around. We were just walking around in your beautiful casino. After breakfast, she walked around in the park. بعد از صبحونه اون توی پارک قدم زد، پرسه زد. After breakfast, she walked around in the park. بعد از صبحونه اون توی پارک قدم زد، پرسه زد. خب این walk around یه معنی دیگه هم داره. It means to walk randomly. یعنی اینکه بری پیاده روی بکنی ولی یه هدفی داشته باشی، فقط مسیرت مشخص نباشه. مثلا میخوای بری تو محله بچرخی، یه مغازه خاصی رو پیدا کنی ولی نمیدونی کجاست، داری مسیرهای مختلف رو میری، میچرخی که پیداش بکنی. یه مثال بزنی. We were walking around in the neighborhood to see whether we could find an open drugstore. ما داشتیم توی محله پیاده میچرخیدیم که ببینیم یه داروخونه باز پیدا میکنیم. We were walking around in the neighborhood. ما داشتیم توی محله پیاده میچرخیدیم. To see whether we could find an open drug store. که ببینیم که میتونیم یه داروخونه باز پیدا بکنیم. You walked around in public in that thing? You walked around in public in that thing? Rachel, when you ran out of your wedding, I was there for you. I put a roof over your head, and if that means nothing to you, $20 an hour. Done. So, we have a deal? So, we have a deal? خب داستان مانیکا، ریچل و فیبی همچنان ادامه داره. تو پست بعدی ادامهش رو توضیح میدم. امیدوارم که واقعا از این پست ها، از این آموزش ها استفاده بکنید. من که خودم خیلی دارم استفاده میکنم. واقعا چیزایی که تو سریال فرندز یاد میگیریم خیلی ارزشمنده. این سریال واقعا بی خود نیستش که یه منبع بین المللی برای یادگیری زبان انگلیسی به خصوص مهارت مکالمه است. این فرصت رو از دست ندید، با من همراه باشید، همه پست‌ها رو پیگیر باشید، روی سریال فرندز خوب کار بکنید، هم میخندیم، هم سرگرم میشیم و همین که کلی چیز یاد میگیریم. ممنونم از همراهیتون، فعلا خدا نگهدار.